یه سوالی رو امروز ما دریافت کردیم، چون میتونه سوال خیلی از آرایشگرها باشه، گفتیم توی یک ویدیو پاسخ بدیم که بتونیم کمک کرده باشیم. دوستمون یه دونه مچ کورلس داشته، به پیشنهاد ما یه دونه میچو خریده که از خریدش هم راضی بوده. کلیپر میچو رو ما پیشنهاد میکنیم برای بچه‌هایی که حالا کلیپر اقتصادی ارزون قیمت و خوب میخواد. این میتونه پیشنهاد خیلی خوب باشه. اولین نکته که توی خرید ماشین ها میتونم بهت بگم این که تیغه ها توی دو تا زاویه میستن. تمام تیغ فلت ها و تیغ فیپر ها توی زاویه برش 30 درجه میستن و تیغ های تیپر توی زاویه برش 45 درجه میستن، که تیغه فلت و تیغه تیپر از لحاظ عمل کرد میتونن مکمل همدیگه باشن تو لاین های اصلاح، دست آرایشگر رو باز نگه داره. اما اگر بخوایم الان پیشنهاد بدیم که آرایشگر عزیزمون چی خریداری بکنه، برای بچه‌هایی که توی سالونشون یه دونه ماشین اصلاح دارن که حالا به دلیل اینکه تیغش مشکل داره ازش استفاده نمیکنن، بهشون پیشنهاد میکنیم که اصلا نیازی نیست شما ماشین بخری، یه دونه تیغه فیپر بخر رو ماشینی که استفاده نمیکنی توی سالونت نصب بکن و تیم کاریت رو خیلی قوی تر بکن. اما الان ما میتونیم تیغه فلت به دوستمون پیشنهاد بدیم که بذاره در کنار تیغه فلت نامنظمش و تیغه تیپرش یه تیم قوی رو داشته باشه. اما بهترین پیشنهادی که میتونیم بهش بدیم توی فلت‌های منظم گاما بوستده، که هم از لحاظ هندلینگ، هم از لحاظ وزن و از لحاظ برش خیلی راضی کننده بوده توی فروش و گزارشات منفی نسبت به رقبای خودش خیلی کمتر داشته و برای بچه‌هایی که مچ کوردلس کار کردن وزنشون تقریبا توی یک رده قرار میگیرن. و اگر دوست داشته باشه که گام بوستد رو بخره، من بهش پیشنهاد میکنم که در کنارش یه دونه تیغ فیپر رو هم خریداری بکنه که نصب کنه روی ماشینش و از برش بروستر لذت بیشتری رو ببره. اما اگر توی تیغ فیپرها بخوام بهش پیشنهاد بکنم، خب جی آر ال اونیکس رو میتونیم بهش پیشنهاد بدیم، گاما سایبورگ رو میتونیم بهش پیشنهاد بدیم توی برندها. اگر از بین این دوتا بخواد انتخاب بکنه، هر جفتش جز بهترین ها هستن و میتونه انتخاب خیلی حرفه‌ای باشه. از لحاظ هندلینگی که گاما بوستد و مچ کوردلس داره رو سایبورگ و جی آر ال اونیکس نداره، یعنی جز ماشین های خوش دست حساب نمیشن. اما اگر این دوتا رو بخوایم از لحاظ هندلینگ با هم دیگه بررسی بکنیم، جی آر ال اونیکس به خاطر ابعاد کوچیکتری که داره و وزن سبکتری که داره از لحاظ هندلینگ، با اینکه هندلینگ خوبی جفتشون ندارن، اما توی رقابت 100% جی آر ال اونیکس توی بحث هندلینگ برنده میشه. اما از لحاظ نوع برش و تیغه، جفتشون تیغه های فیپر رو روی خودشون نصب دارن. هر دوشون از لحاظ دور موتوری دور موتور یکسانی دارن، سایبورگ با 7500 RPM، جی آر ال اونیکس هم با 2 تا RPM که RPM قدرتمندش همون 7500 میشه. با نسل قدیمش هم تفاوتش توی همین دور موتور و سبک جدید تیغه هاست. اما اگر بخوای یه انتخاب اقتصادی بین تیغه های فیپر داشته باشی، 100% ست کنگ رو بهت پیشنهاد میکنم. یه ست شما میخری، اگر شیور و تریمرشون نخوای میتونی، چون بسته‌بندی هاشون جداه و توی یک بسته‌بندی مادر قرار میگیره، میتونی جداگونه به مشتریات فروش بزنی و حتی قیمت خود ست رو از توی فروش اون دوتا در بیاری. حالا چرا ما میگیم بحث اقتصادی پیشنهادمون رو ست کنگه؟ به خاطر اینکه میتونه مکمل خیلی خوبی در کنار ستی که مشتریمون داره کاملا داشته باشه. توی باکس کار یه دونه تیغه فلت منظم گذاشته شده که باز میتونه مکمل این دوتا باشه و یه دونه تیغه فیپر گذاشته شده که باز میتونه مکمل این دوتا باشه. اگر نمیخوای خیلی هزینه بکنی، ست کنگ میتونه انتخاب خیلی هوشمندانه ای باشه، به شرط اینکه شما تریمر و شیور تو توی سالونت فروش بزنی و یه جورایی میشه گفت با ارزون ترین قیمت یه ماشینی رو خریدی که دوتا تیغه رو میتونی روش نصب داشته باشی.